پایگاه نیروهای واگنر بمباران شد. خبرگزاری فرانسه از یک منبع نظامی نقل کرد که پهپادهای ناشناس به پایگاه هوایی در شرق لیبی حمله کردند که در آن عناصری از گروه واگنر روسیه مستقر هستند، اما این حملات تلفات انسانی نداشت. این منبع خاطر نشان کرد که پهپادهای ناشناس پایگاه هوایی الخروبه 150 کیلومتری جنوب شرق بنغازی را که در آن تعدادی از نیروهای واگنر مستقر هستند را بمباران کرد. آمریکا باز هم پشت اوکراین را خالی کرد. خبری از این سامانه موشکی نیست. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه مدعی شده بود واشنگتن مخالفت دیرینه خود با ارسال سامانه‌های موشکی دوربرد به اوکراین را کنار گذاشته و قصد دارد سامانه موشکی دوربرد ATACM را به اوکراینی‌ها تحویل دهد. با وجود این، پاتریک رایدر، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در یک نشست مطبوعاتی با تکذیب گزارش وال استریت جورنال گفت اطلاعی از اینکه این وزارتخانه تصمیم فوری درباره ارسال موشک‌های دوربرد ATACM به اوکراین گرفته باشد را ندارد. کیف مدت‌ها قبل درخواست دریافت این موشک‌های دوربرد از آمریکا را با این استدلال که توانایی حمله به قوای روسیه در فواصل خیلی عقب‌تر از خط مقدم درگیری را پیدا کند داشته است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت خبری پیرامون ارسال موشک‌های ATACM به اوکراین برای اعلام کردن ندارم و مسلماً از اخذ هر گونه تصمیم فوری برای ارسال این موشک‌ها هم اطلاعی ندارم. این موشک‌های دوربرد و سطح به سطح با استفاده از سامانه پرتابگر هیمارس که مدتی قبل توسط غربی‌ها در اختیار اوکراین قرار گرفت شلیک می‌شوند. آمریکا و اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه 2022 ده‌ها میلیارد دلار تسلیحات به کیف ارسال کرده و به تدریج سلاح‌های سنگین‌تر و پیشرفته‌تری شامل تانک‌های جنگی، سامانه پدافند هوایی پاتریوت و موشک‌های دوربرد انگلیسی سایه طوفان را در اختیار این کشور قرار دادند. با این حال ولودیمیر زلنسکی همچنان متقاضی دریافت کمک‌ها و تسلیحات بیشتری است و در اواخر خرداد ماه در مصاحبه‌ای با شبکه NBC نیوز مدعی شد ادامه یافتن جنگ با روسیه به نفع آمریکا و ناتو است. غیبت عجیب سران ارتش روسیه. پوتین در حال انتقام از خائنین است. ژنرال‌های ارشد روسیه پس از شورش ناموفق مزدوران با هدف سرنگونی مقامات ارشد از دید عموم خارج شدند. طبق آنچه در گزارش رویترز آمده، ژنرال والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، از زمان شورش روز شنبه که طی آن یوگنی پریگوژین خواستار عزل گراسیموف شد، در انظار عمومی یا تلویزیون دولتی ظاهر نشد. همچنین از 9 ژوئن در بیانیه مطبوعاتی وزارت دفاع نامی از او برده نشده است. به گفته برخی تحلیلگران نظامی غربی، گراسیموف 67 ساله فرمانده جنگ روسیه در اوکراین و دارنده یکی از 3 کیف هسته‌ای روسیه است. همچنین ژنرال سرگئی سوروویکین، معاون فرمانده نیروهای روسی در اوکراین که مطبوعات روسیه به خاطر تاکتیک‌های تهاجمی‌اش در درگیری‌های سوریه به او لقب ژنرال آرماگدون داده‌اند، هم از دیدها غایب است. کیف تهدید کرد. بدون دعوت به ناتو، زلنسکی در نشست ویلنیوس شرکت نخواهد کرد. ایگور ژوکوا، معاون رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین، تهدید کرد که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در نشست سران ناتو در ویلنیوس شرکت نخواهد کرد، مگر اینکه تصمیم مربوط به دعوت از کیف برای عضویت در این ائتلاف گرفته شود. وی هشدار داد اوکراین می‌خواهد در نشست سران ائتلاف نظامی ماه آینده برای آغاز روند پیوستن به ناتو دعوت شود و رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی در آن شرکت نخواهد کرد، مگر اینکه رهبران شجاعت خود در این زمینه را نشان دهند. به گزارش رویترز، مقامات کیف از سران ناتو انتظار دارند که در نشست 11-12 جولای ناتو در ویلنیوس دعوتنامه‌ای برای پیوستن به ائتلاف دریافت کند. ژوکوا با کوبیدن دست روی میز گفت: ما از شما می‌خواهیم که این اقدام را شروع کنید. پیش از این ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، گفت که ناتو و اتحادیه اروپا در نشست آتی سران ناتو در ویلنیوس سیگنال قوی حمایت از اوکراین خواهند فرستاد. وزارت خارجه آمریکا اطلاعات مربوط به اعزام نیرو به اوکراین را تکذیب کرد. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که همانطور که ایالات متحده قصد ندارد نیروهای نظامی را به اوکراین بفرستد، بدین ترتیب وی در مورد اظهارات آندرس بوگراسموسن، دبیر کل سابق ناتو، مبنی بر اینکه تحت شرایط خاصی کشورهای عضو این ائتلاف ممکن است نیروهای خود را به اوکراین اعزام کنند، اظهار نظر کرد. وی در یک نشست خبری گفت رئیس جمهور جو بایدن به وضوح اعلام کرده که نیروهای آمریکایی به اوکراین اعزام نمی‌شوند.
راسموسن دبیر کل سابق ناتو در اواسط ماه ژوئن گفت که اگر کشورهای عضو ائتلاف از جمله ایالات متحده در نشست سران ناتو در ویلنیوس که در 11 جولای برگزار می‌شود، تضمین‌های امنیتی واقعی را به کیف ارائه ندهند، ممکن است بخواهند خود به اوکراین نیروی نظامی بفرستند. به گفته وی، چنین اقداماتی می‌تواند توسط لهستان با یکی از کشورهای دریای بالتیک آغاز شود. در این مورد به عقیده راسموسن، ائتلافی تشکیل خواهد شد که به دنبال حمایت فعال‌تر از اوکراین هستند. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.